سلام دوستای عزیزم به ریتم خیلی خیلی خوش اومدید امروز میخوام یه خورشت خوشمزه بدون گوشت و مرغ رو همراه هم دیگه درست کنیم به اسم خورشت شیش انداز که به فسنجون گیلانی هم مشهوره بریم سراغ مواد اولی بادمجون پوست گرفته 300 گرم گردو 15 عدد یا 150 گرم روب و انور دو قاشق غذاخوری رب به گوجه فرنگی یک قاشق غذاخوری پیاز یک عدد نمک فلفل سیاه زردچوبه و گلپر البته گلپر قابل هستم هستش دوستان ابتدای کار پیاز رو با رنده ریز رنده میکنیم داخل یه تابه میریزیم و روی حرارت میذاریم همین که آب پیاز یک کوچولو گرفته بشه یک کاشاق غذاخوری روغن بهش اضافه می پیاز رو یک کوچولو تفت میدیم وقتی که یه مقدار سبکتر شد زردچوبه و فلفل سیاه بهش اضافه میکنیم دوستان توی دو این مرحله نمک اضافه نمی کنیم نمک رو نگه میداریم داریم موقع که قراره بادمجون ها رو سرخ کنیم اون موقع نمک رو به بادمجون اضافه میکنیم کنیم اینکه نمک غذا اندازه باشه من الان اضافه نکردم. خب حالا رو به انار رو اضافه میکنیم یک کوچولو همراه با پیازها ها تفتشون میدیم تا حالت خامیش گرفته بشه و بعد رو به گوجه فرنگی رو به این ترکیب اضافه میکنیم دوستان اضافه کردن رو به گوجه فرنگی بستگی به نظر خودتون داره من برای اینکه یه مقدار خوش رنگ تر بشه رو به گوجه فرنگی رو هم اضافه میکنم و همراه با بقیه مواد اونو تفتش میدم خب حالا گردوهامون رو به این ترکیب اضافه میکنیم و همراه با بقیه موادمون اونها رو تختشون میدیم در حد یه دقیقه کافیه و حالا دو لیوان آب یخ به این ترکیب اضافه میکنیم تا گردوها بهشون شک وارد بشه و روغم پس بدن خب حالا اجازه میدیم تا یخ و آب بشه و خورشتمون دوباره به جوش بیفته حدودا یه نیم ساعت بعد دوباره بهش یه سری میزن خب حالا تو این اسنا میاییم بادمجونا رو خورد میکنیم و تلخیشون رو میگیریم به این ترتیب که داخل آب نمک قرار میدیم و بعد نیم ساعت الا یه ساعت اونها رو با یک کوچولو روغن سرخشون میکنیم دوستان تو این مرحله بهشون نمک میزنیم تا روغن کمتری جذب بکنه. و کمتر روغن به غذامون پس بدن. بعد گذشت نیم ساعت دو مرتبه آب و یخ به غذامون اضافه می کنیم تا شک به گردوها وارد بشه و حسابی روغن پس بدن. در مراحل بعدی حدودا نیم ساعت بعد تکای یخ رو اضافه می کنیم چون آب غذامون کافی. دوستان همطور که ملاحظه می کنید گردوها به خوبی روغن پس دادن کل زمان پخت برای خورشت شش انداز حدوداً دو ساعت الا دو ساعت و نیم هستش و تو این مدت شما میتونید تکای یخ رو اضافه کنید تا گردوها هم میه چربیشون رو پس بدن خب حالا بادمجونا هم داره توی تابه دیگه تفت میخوره دوستان بادم جونا همین که یه مقدار تفت خوردن کافیه نیاز نیستش که اونها رو زیاد سرخشون بکنیم در همین حد کافیه و اونها رو به خورشتمون اضافه میکنیم ولی حتما هم چربشون رو میگیریم و بعد اضافه میکنیم چون به هر گردوها حسابی روغن انداختن و خورشتمون رو چرب کردن حدود نیم ساعت طول میکشه تا خورشتمون حسابی جا بیفته اواخر پخت حدود ده دقیقه مونده به آخرای پخت ما ادویه گلپر رو به ترکیبمون اضافه می کنیم تا عطر همه این خورشت بینظیر رو بینظیرتر تر هم بکنه البته ضروری نیست و کاملا دل بخواه هستش دوستان دیگه خورشتمون کم کم داره جا میفته و میریم که سروش کنیم به و خورشت بسیار خوشاب و رنگمون و خوشمزمون آماده است یه غذای گیاهی بدون گوشت و حسابی خوشمزه دوستای عزیزم امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه و این غذای بی‌نظیر رو درست کنید و همراه عزیزاتون ازش حسابی لذت ببرید اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفا با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید تا برنامه دیگه خدا نگهدارتون